الو، وقتاً بخير، مالوی تب نیازی است؟ بله، تشکر. شما خوب هستین؟ کی بودی شما؟ تشکر. مالوی تب محترم، نام ما مختار وفایی است، خبرنگار هستم. بله، من عبدالمنان نیازی به نام نامیدنه شما از ولایت هرات هستم، زایدی ولایت هرات هستم. از مرایل ابتدایی تعلیم ما تقریبا مدارس دینی در داخل ایران بوده، تربت جام و طیبات. بعد از این مدارس ما طرف پاکستان رفتیم و عمر ما تقریبا 48 سال است. بعد از اون در داخل پاکستان باز در تاریخ طالبان پیوستیم و رئیس سخنگو و ولی ولایت های مختلف داخل 6 سالی که داخل افغانستان بودیم و این دور خود رو تیر کردم. و به حیث والی در کدام ولایت ها در زمان حکومت امارت اسلامی وظیفه اجرا کردین؟ ما ایرات که گرفتیم مالین ولایت ایرات بودم، باز فاریاب گرفتیم، والی فاریاب بودم، والی شبرغان بودم چند وقت، والی مزار بودم چند وقت، والی کابل بودم، قمندان امنی جلال آباد بودم. ما جلال آباد اول گرفتیم، حتی کدیم یعنی جوانی فکردم. بله، و فعلا مسئولیت مشخصتان معاون گروه هستین یا رهبر هستین فعلا در تشکیلات؟ فعلا سرپرست شورای عالی امارت اسلامی افغانستان هستم. و فعلا در مورد تشکیلات خودتان بگین مالی صاحب، که کدام ساحات فعالیت دارین و چقدر نیرو دارین و امکاناتتان در چه حد است؟ ما روز اولی که حرکت ما شروع شد اعلان موجودیت خود را فرا کردیم. فعلا ساحای کاری ما و مردم ما و نماینده هایی که ما داریم و مسئولینی که داریم در تقریبا از فاریاب شروع تا هلمند، این تمام ولایت ها ما تقریبا در حدود هزارها نفر داریم و در تمام ولایت ها ما تشکیل جنگی و کاری داریم. من ولایت کار میکنیم. و مالوش، در گذشته اگر برگردیم به زمان امارات اسلامی، به حکومت امارات اسلامی، شما در مزار شریف در کدام سال در خان به حیث والی کار کردین؟ یا در ولایت بلخ در مجموع؟ سالی که ما مزار شریف ما گرفتیم دیگه مشخص از یادم رفته که کدام سال بود. همون سالی که ما فتح مزار کردیم و همون گروه های مخالفی که تقریبا پشتیبانی ایران هم امرای خود داشت و کشورهای چهانی مهنه و روسا و دادم کاری میکردن، همون سال ما مسئول ولایت مزار بودم. خب، یعنی در یک بار در حمله اولی طالبا مزار سقوط نکرد، در حمله دوم که مزار تصرف شد در مرحله اول هم ما نبودیم. ما در مرحله اول طرف کندوز بودیم و همون وقت ما آمدیم تا مزار، میدان اول مزار رسیدیم، از پس خود نشینی کردیم. در این وقت ما بودیم تا نزدیک میدان اولی آمدیم. اما در این مرحله که ما از طرف بلخ رفتیم، از طرف شبرغان گرفتیم و فاریاب و شبرغان و باز مزار گرفتیم، از این طرف رفتیم، در این وقت مسئول ولایت مزار بودیم. مالوی صاحب، در ابتدای حضور گروه طالبان در مزار شریف یک کشتار و یک قتل عام مشهور صورت گرفت که هدف عمدهش هزارها و ازبک ها بود و بخشی از قوم تاجیک هم قتل عام شد در بخش های از مزار. شما او وقت دقیقا مسئولیت ولایت مزار را داشتین، والی مزار بودین و دستور مشخص این قتل عام را شما صادر کردین یا فرماندهان زیر امرتان کشتار انجام داد؟ اول که قتل عام اینجا صورت نگرفت، ما از غرماش حرکت شروع کردیم. از غرماش تا مزار ما به بالای مینها و بالای تمام میخوایی که تقریبا ایرانی ها جلو روی ما میکشتن تر از این وسایل ایرانی ما رفتیم. بله. کمانده تمام جنگ از غرماش تا مزاره مکمل صفحه ایران بوده داشت. این جنگ ها را مستقیل ایرانی ها میکردن. ایرانی ها در طول همین مدتی که با ما در جنگ بودن در سمت شمال به هر روز دیگه پرواز موارد روزنی داشتن. این کمانده جنگ اینا بنرهای سفید به سر خود از بلخاب و مزار بیامدن، از بامیان میامدن، مردم فدایی شده بودن، اینا را پیش روی جنگ خود میامدن، اینا را می جنگاندن، اینا تقریبا صدها نفر به دست مجاهدین اسیر می شدند و اکثریت کشتار این مردم در داخل این خطوط جنگی صورت گرفته بود. در داخل مزار ما این مردم به این اندازه نکشتیم. ما وقتی داخل مزار شریف شدیم، اینها تمام کوچه و دشت و خانه و دکان مردم مزار پر از افرادی کرده بودن که از ولایت های مختلف ایره.
بله ایرانی ها جمهوری کرده بودن همه لشکر بنام لشکر فاطمی که بروز جمعه کدن قاسم سلیمانی همه وقت رابری همه کار رو میکرد همه قاسم سلیمانی بعد از اینکه اینا مودن دیپلوماتاش داخل مزار مان این دیپلوماتا رو ما برایشان دادم سه نفر هیئتی که برای بودن همه مودایشان آمده بودن در مزار یکی نماینده وزارت خارجه بود میگم که آقا اینا از این ما بس گرچه نمی کنیم ما گفتیم ما فقط برایتان پیغام میدم این مرمیهایتان است این سلاحهایتان است این پروازهایتان است این کشور به سرنوش نبود که شما اینقدر تخت و تاز و میدان بزکشی برای خود جور کرده بودیم این تمام رد عمل و اکسل عمل همین پالیسی ناکام شما بوده داخل افغانستان چی نخواستیم تلویزیون اینجا داشتیم تمام نصاب تعلیمی مردم منطقه داده بودیم مردم هزاره از این وطن هستن و اواس برایشان میگفتیم فقط اونا بیچاره ها را به خاطر بشنگی و مشکلاتی که داشتن اینا را به زیر چمار خود آورده بودن استثمار کرده بودن این مردم به خاطر اهداف منافع شخصی ایرانی داخل وطن میجنگلن و از آرهایی که حقیقت درد میکنن که باید منافع ایرانی در داخل افغانستان تامین میکنن و افغان هستیم باید منافع خود در داخل وطن تامین میکنیم و مردم از اینا با اینا مخالف بودن همون وقت هم همون از آرها برای ما بودن از آرهای ما در داخل شمالی در خط شمالی برای خود داشتیم ما در داخل مزار از آرها برای خود داشتیم اما اینا که کشته شدن همه در جنگ برای ما کشته شدن کمانده جنگ ایرانی ها میکرد ایرانی ها تقریبا یک سیاست خام در افغانستان رو اخباری نکردن تا حالا سیاست خام رو بازی میکنن همین و امروز تقریبا میلیاردها دلار که اینا به داخل افغانستان به خاطر منافع خود استعمال میکنن و رنگ و جهاد و مقابله با امریکا رو دادن این همه گروه های مزدور منافع ایرانی ها زده داخل وطن هنوز مزدور و بعد هم اگر این پالیسی خام اشیا را مردم هزاره تب نکنن و خلیفت نکنن بله هزاره های دیگر لکه های دیگر باز کشتم این شعبی چون قطعه دست جمعی دست رب میگیره مالویش بیادیتان هست که به قند در امو جریان چقدر نفر کشته شد؟ هزارها نفر به این خاطر کشته شد که ما هزارها نفر داخل مزار رفتیم ما تقریبا اینها تمام ولایت افغانستان اینا جمهوری کرده بودن حتی او از او تا او از هزارهایی که داخل ایران بودن سالها انسان اونا را به توسط طیارهای ایرانی که فهم نکنه ما میدیدند خودتان فکر کنید که ایرانی ها اینا پایتخت خود ساخته بودن سفیرشان به نام سیار داخل همین مزار امرای استاد روانی مرحوم دوال مرحوم میدیموره او امرای سیار میگشت امرای استاد حکومت سیار استاد روانی سفیر سیار ایرانی میگشت این پایتختشان بود کمس که پایتخت رو نگه میداره حتما هزارها نفر رو به کشتن هم میده باز اینا اعتراض میکنن استاد عطا از این طرف غیر میکنه که قتل عام کرد شما قتل عام به دست خود برای خود جون کرده بودیم قتل عام مذبحخانه برای ایرانیا جون کرده بودیم که تمام مردم خواستیم به بساط ایرانیا گذاشته بدیم این جنگان که مقابل ما بود شما داشت طول 6 ماه از قرمز تا مزار ما به 6 ماه رسیدیم 6 ماه به داخل ولایت ما با این مردم جنگ کردیم با ایرانی ها جنگ کردیم یعنی مردم بیگناه به هیچ وجه کشته نشده کسایی که کشته شده کلا نظامی هایی نه 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 خیر همه مردم جنگی کشته شدن مردم ولایت های بامیان ولایت های دیگه که تقریبا اینا زیاد آورده بودن از ایران آورده بودن اینا کشته شدن هزارهایی که از این جنبش بود اینا کشته شدن ازبکا و او تاجیک هایی که بودن تاجیک ها همون مدر کنچه کنند که استادات ها و اینا مطابعت بکردند و همون دالات جنگ بودن اینا کنچه شدند نگه مدوم عادی هیچ کس بعد دلیل آورده نمیتون که ما مدوم عادی قطعه هم همه داده باشه اینا رو کشته باشن کردیم و مولیت یکی از فرمان های مشهور شما که در روضه شریف در مزار شریف سخنرانی کردین و هنوز هم در آرشیف تلویزیون ملی بعد موجود است که شما سخنرانی کردین و گفتین که بعد از اینکه امارت اسلامی آمد در افغانستان تاجیکا میتونه بره به تاجیکستان هزارها میتونه بره به ایران ازبکان به ازبکستان این مملکت امارت اسلامی است و بقیه اقوام مهاجر است در اینجا این بیادتان است و عوامل همین سخنرانی و این تحریک قومی بود در واقع ما چند روز پیشتر همینجا بعد از این بعد از 18 سال بعد از 22 سال بعد از 25 سال امروز گفتم دو روز پیشتر گفتم اونایی که فعلا باز بکاسی ایرانی آب میریزن یا بکاسی پاکستانی یا بکاسی امریکایی یا بکاسی روسی اینا باید بیرون شن آن هم میگم در بیرون شن ما دقیقا لامی فساد و جاسوسی و شیطنت همسایه رو داخل وطن نمیگذارم این که وقت دارم یا ندارم سبا بریم خدا و قدرت میده یا نمیده یعنی ما رو میکشم کار علاقی ایش کار خداست حالا هم میگویم از داری که فعلا پالیسی فاطمیون و نام فاطمیون و قسمیون مگر اینجا تخیل میکنن باید کشته شما یکی نید ده حالا که باید بکشم تا که بخاطر اهداف روسی داخل وطن کار میکنه باید کشته شما و کسانی که بخاطر خوشنودی روسا
یا به خاطر پوزیشن منافی بسیار در داخل افغانستان کار میکنن و منافی اونا رو تامین میکنن و میلیارد دادار در دنیا در از اینا میگیرن اینا باید پسه شوند. و مولوی صاحب فعلا شما چی هدف را دنبال میکنین و در تقابل با گروهی هستین که در کویت پاکستان مستقر است یا در قطر دفتر داره، فکر میکنین در مقابل این همه گروه های دیگه که می جنگه برای اهداف مختلف، شما هم بتانین اما هدفی را که میگین علیه استخبارات منطقه می جنگین بدست برین؟ جنگ خیلی پیچیده نیست؟ پیچیده نیست، پیچیده به خاطر اونایی که فقط گوشه شخص هست جانب است. ولی ما بسیار آسان است، علیه بشه که ما برایتان گم میزنم، من چی گروه تا بمگذار و فدایی را من روان کردم. با چی به جلو چی روان کردم؟ به جلو سپا ایران. همین روز که مثلا سپاه ایران در کلات نظر شندن فعلا در حالت جنگ با ما هستن، فعلا تقریبا 400 نفر همین جا باوری کنم از جلال خدا. مولوی صاحب یک سوال دیگه در مورد مسئولیتتان در بلخ که در او زمان در وقت اساس و کشتاری هم که مشهور به قتل عام است شما مسئولیت شده داشتین در او زمان، اگر ثابت شود که در دمو حملات و در امو دستور کشتار مردم های بیگناه کشته شده، شما حاضر به حضور خواهی از مردم هستین یا حاضر شدن به دادگاه هستین برای پاسخگویی به امو کشتار و قتل عام؟ اول خب من همین کار را به این خاطر نمی کنم چون ما مسلمان هستیم، ما از خدا می ترسیم، رهبر ما و راهنمای ما خدا است. در این مسائل کسانی را ما کشتیم، اونا را به حق کشتیم، اونا مجرمین بین المللی اول هم بودن تا حال هم هستن. همین هایی که دادگاه بین المللی به خاطر مجرمین برپا می کنن، اینا پشتیبان های بزرگ مجرمین بین المللی هستن. آقای محققی که امروز لشکر فاطمی را به خاطر کشتن نسل انسانیت تعداد گذاری کرده در بمبای خامنه‌ای در داخل سوریه و عراق، نسل انسانیت کشتن، نسل انسانیت به خاطر کشتن که نه اهل سنت هم اینا چرا بین المللی در میدان به نیتشته نشوند؟ مشخصا در مورد دیپلومات های ایرانی اگر بپرسم، شما چون در او زمان مسئولیت داشتین، کسانی که یا قماندانی که دستور قتل دیپلمات‌های ایرانی را داد کی بود و شما در جریان بودین؟ محمود سالمی قماندان سپاه بود. برای من یک روزی از دنان بهرام یکی از کنسولای برای من گفت آقا این کی کشت؟ من گفت آقا این پلیسی تان کشت. باید این را میکشت. این خدی هزارای دیگر ما کشتیم. این حال هم میکشیم. همین دیشب ما چند نفر قماندان های سپاه ایران کشتیم. به فخر میکنم. ما این را مقدمی مهدی میدانم. مهدی که اینا را همه میکشه. اینا را همه میکشه. اینا فتنه برای دنیا هم ولی هر عمل را دامن داره اکسل عمل داره. مسلمان ها بنیاد یکی دیگر هستند. این شما نمیدانید، شما این زرگزی که میکنید در داخل افغانستان برای تنکت شما نداری روزا پیر بشوه. همیشه فاطمیون نیست، همیشه خامنه‌ای نیست که شما را نگاه بداره. آقای نیازی، من نباید مخاطب شما باشم به خاطری که ما بعد دفاع شما نیستم، فقط کسی که همیتون سوال مطرح میکنه مخاطب معمول. خب ما خبرنگار هستم و ما در این مورد تحقیق کردیم در بلخ و در این مورد از بقیه هم پرسیدیم. فقط محمود سالمی شما یک پرسان میکنه نیست که شما نماینده سپای ایران، سپای قدس ایران هستیم. سپای قدس را من یک نگران عالمی دنیا میدانم. ما ایران تسلیم نسل به جان میدانم. مولوی صاحب، در مورد ای گپ بزنیم که اگر شما موفق شوین و حکومت یا نظامی را که میخواین در افغانستان پیاده کنین، چی یک ناچین و نظام و حکومت خواهد بود؟ همون نظام که ما اتو را پیدا کرده، همون چیزی که او برای ما گفتیم از کفر اصلاح داره اتو را او را شما هم میشناسیم، من میشناسیم که قرآن است. و حکومت فعلی را شما حکومت کفری میدانین یا حکومت اسلامی؟ حکومت فعلی در افغانستان اگر به رهنمودهای همین حکومت‌های همین استعمارگران خارجی کار بکنه و خوشنودی از اون را بخواهم بودی که بتونه کافر است، اینم کافر است. و چیزی که میخوایم بگم در مورد نظام مورد تایید شما، اگر شما بیاین در کابل و دوباره نظام مورد نظرتان تطبیق شود، آیا در این حد شما به خانم ها و به زن ها احترام قائل میشین که مثلا اعضای خانواده تان، مثلا خواهرتان، همسرتان، دخترتان بخواه بره دانشگاه یا پوهنتون بره تحصیل کنه و یه آزادی را شما میتین برشون؟ من یک چیز برای تان بگم، من یک بیشتر پیامبر رحمت للعالمین داشتیم. رحمت للعالمین به معنی که بسر تمام انسانیت و عالم رحمت بود. اما خودش میگه الله اعلی فی النساء، در رابطه با النساء میگه در رابطه با زنان خدا بترسید، حقوق زنان را پایمال نکنید. اینکه ما در سابق مردم ما را یک کتله وحشی در دنیا معرفی کرده بودن، این تو نبود.
ما حقوق تمام زن از تعلیم گرفته تا خدمت به جامعه، به انسانیت، به زن، به مرد، این را در چوکات اسلام می خواهیم. اسلام اینطور اسلامی نیست که این چیزی در زنه باشه. اسلام لارت و لارت بسید از قرآن خوش کتر همه در قرآن است. مولوی صاحب، بانوان یه حرف آخر اگر پای یک پیام کوتاه و مشخص برای خانواده های بگوین که اعضای خانواده هایشان در جریان قتل عام در مزار شریف در عبدی اسد 1377 کشته شدند، اگر شما با اون خانواده ها روبرو شوین به اونا چی خواد گفتین؟ ما به خانواده هایی که تقریبا ما اونا رو کشتیم برای ایشان همه پیغام میدم که اگر بازم بچه های خود به خدمت فاطمیان دادیم بازم اونطور کشته میشیم. یک، ما برای شان میگم اگر پالیسی تن باز پالیسی پالیسی ایرانی گیره خود باز کشه میشن، یا با پالیسی پاکستانی گیره خود باز کشه میشن، یا با پالیسی آمریکایی ریشه خود گیره خود خود باز کشه میشن. خیلی از آنهای افغان طبیعت مستقل طبیعت رو میشن در این وطن که اونا در تعلیم ما بودن، برادر ما بودن، به ایزت برشان نگاه میکنن، اونا با ما به ایزت نگاه میکنن. ما برای شان این پیغام دارم دلتان میسوزه باز بسوزه. اگر با امرای لشکر فاطمیون و سپای ایران و فتنگر باز میایین باز کشته میشین، ما خلاص نمیشیم، شما خود خلاص میکنیم. من میفهم، اما این پالیسی را پالیسی رو تغییر بدیم. در داخل افغانستان اتفاق باشیم، پیغام ما همیشه در داخل افغانستان پاکستانی نباشیم، در داخل افغانستان روسی نباشیم، در داخل افغانستان آمریکایی نباشیم، افغان باشیم. به اینکه افغان مستقل و رای با تمام افغانه خود کنار بیاییم. این پیغام ما با تمام خانواده هست. اونا که در داخل مزار کشته شدن، اونا باید امو شاست خام خود رو درک کرده باشن. اونا همون پادشاه هایی که ایران برایشان مطرح کرده بود، اونا باید فهمانده باشن. همین هایی که فعلا ادنام فاطمین از اینجا به طرف سوریه و عراق بیروند، اونجا کشته میشوند، درکشان معلوم نمیشد، اینا باید خبر شوند. دیگه با چای خود برمی روان نکنید، همین روز که از خدا بخواید، از اینا نخواید. آقای نیازی، هرچند او زمان نه فاطمیون بود و نه به گروهی را که شما فعلا رهبری میکنین، صف مردم یک صف جدا از جبهات جنگی بود در واقع، که یک تعداد افراد ملکی در او زمان جان باخت و فرماندهی او جنگ تباه کننده را هم شما به عهده داشتین. و در مورد دیپلمات های ایرانی، شما هنوز هم افتخار میکنین که دیپلمات ها را کشتین؟ ما کشتیم، بگم میکشیم. ما کشتن دیپلمات ها را دیگر میکشیم انشاءالله. ادعایی هم وجود داره که شما توسط امنیت ملی افغانستان حمایت میشین و یک زمانی هم در سال 2018 در یک مهمانخانه در وزیر اکبر خان حضور داشتین، در این مورد چی میگین؟ من یک چیز برای تان نگم. شما گفتین که به محکمه بین المللی حاضر میشین. همین گپای تان نیست، همین گپای تان. ولی امنیتی ملی کیست؟ امنیتی ملی کیست؟ شو خود اصلا فکر از دوازی این شب دیروشه بده بتانه. من سر کوه ها امروز عملیات های ما به تقریبا به چند مدت در یک شب شروع. تو بود امنیتی ملی رو بگو تا از دوازی این شب دیروشه بده میتونی؟ یک کسی که کاسی امنیتی ملی میشه باشه و همی غیرت داره که داخل کوه یک شب بشینه. تو بیا وضعیت ما رو ببین تو کجا هستم. شکل نکنه که چند جریب زمین این در حیرات برای ما دو مزاره خریداری کردی و غم ازاره رو داره. این ازاره رو به مقتدام از دخانه می بره. به یاد انفجار، به یاد انفجار به هزارها نفر ازاره با می پالیسی ناکام ایرانی باز کنجه نشه. یعنی دوم نکنی می کاره. از این پالیسی خان بیرون شدیم. از این پالیسی خان بیرون شدیم. برادره ازاره آیاشی که در داخل بکراباد بودن. بعد از این سر انفجار شما رو خواستم. من کو خواستم. گفتم من برای تان اقرام شما میدم که برای تان خواب آرام بده. او رای اسلام است. این رای که شما را نشانه بید شما را دیگه میکنشه. نکنی میخواده. حالا برای تان هم نمی بگم. اگر میخواید داخل افغانستان آرام زندگی کنین با این قومای بزرگ خود را دستکر نیندازین. از این پادشا دست بکنید. یعنی نیازی صاحب شما توصیه کردین که رایی که هزاره های شیعه ها میره رای اسلام نیست و رای شما را بگیرن. سلسله پیش قرآن میگذاره. سلسله پیش قرآن میگذاره. جو باشه. تشکر زنده باشه.